عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین. با امید صحتمندی شما هستم. ما امید فیضی گزارشی را که بر شما پیشکش میکنم، در این گزارش ها به نحو تلاش میکنم که شما امیدوار به زندگی شوین، یک مقدار انرژی مثبت بگیرین. در پیوند به این هدفم، حالا میخوایم در رابطه با تغییر چهره چراهی های شهر کابل بر شما یک دو گزارش را نشر کنیم. ما قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد و گل من. شما میفهمین که در این اواخر تمام چرایی های شهر کابل زیباسازی شده و بهسازی شده، زیبایی خاص را به خود گرفته و اخیرا هم در تازه ترین مورد چرایی 500 فامیلی در صد شهر کابل زیباسازی شده که همگی بسیار خوشحال شدن با دیدن ویدوا و تصاویر این چرایی وقتی که دیدن. ای با قربان تو میهن آزادگان. بر تعقیبش چرایی زرنگار، البته سیرایی زرنگار که در قسمت هتل سرینا موقعیت داره، زیباسازی شد. بیاین تصاویر و گزارشایی که در پیوند به اید چرایی است با هم یک جا ببینیم. ما قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل من. کار زیباسازی چراهی 500 فامیلی از برنامه زیباسازی شهری ریاست امور کلتوری شورای کابل با همکاری کمپانی احمدیار گروپ تکمیل و امروز توسط مولای محمد خالد ساجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست و مولای حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شورای کابل به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم رهبری شورای کابل از تاجران و سرمایه‌گذاران که تاکنون در برنامه زیباسازی شهری سهم فعال گرفته است قدردانی کرده، گفت که با تطبیق برنامه زیباسازی شهری شورای کابل با چهره و سیمای بیشتر تغییر مثبت ایجاد خواهیم کرد. همینا که افتتاح برابرداری چاره ای را داریم که در زیبایی این منطقه انشالله اثر بسزایی خواهد داشت. خواست ما از مردم و از کسایی که در این ساعت زندگی میکنن این همیست که در حفظ این کارا بسیار با ما همکار باشم و کوشا باشم. در هر سلبلار را چه سوم یشت مخ که دلتا بیر کسافات جمع و در ازایی که و موتور و موتور د دې ځای نه موږ کثافات نقل کړل. الحمدلله د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو کلتوري چارو معاونیت او د کلتوري چارو د ریاست په هلو ځلو باندې د هغه د کثافاتو ډکه ساحه په دونه ښکلې ساحه باندې بدله شوه. قاری علی گل جواد رئیس امور کلتوری شورای کابل گفت که مطابق دیزاین طراحی شده تحت مدیریت این ریاست، نماد زیبایی در چراهی 500 فامیلی به شکل اساسی و معیاری با ارزش 5,300,000 افغانی به همکاری کمپانی احمدیار گروپ طی مدت 3 ماه کاری اعمار و زیباسازی شده است. زیباسازی چراهی شامل سنگ فرش، فواره های تزئینی آب، فضای سبز، غرس نهال و بتگل های زینتی، نصب چراغ های تنویر، نصب و رنگ‌آمیزی جدول ها و کتاره ها نیز می باشد. همچنان مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شورای کابل گفت که به اساس هدایت رهبری شورای کابل اطراف این چراهی پس از پاکسازی موارد غصب و انتقال تجهیزات غیرقانونی نخست هموارکاری و سپس به سرسبزی آن اقدام شده است. همشهریای عزیز کابل، خوشبختانه که امروز یک بار دیگر یکی از افتتاح زیبایی های شهر کابل را داریم. همشهریای عزیز کابل ما در گرد ما جمع شده و ما افتخار میکنیم که همه روزه یک خوشبختی را تقدیم هموطنان و همشهریای عزیز کابل خود میکنیم. شاروالی کابل متحد و مصمم به زیبایی های شهر کابل است. برنامه های زیربنا بسیار جدی تحت کار است. انشاءالله العزیز که به زودترین فرصت صاحب یک شهر زیبا با فرهنگ نزیب و سرسبز را داشته می باشیم انشاءالله. شما دیدین که شهر کابل چقدر زیبا شده به ویژه چراهی هایش. در پیوند به ساخت ساز چراهی ها، یک چیز دیگر را باید فراموش نکنیم که ساخت کوچه های فرعی و سرک ها در نواحی مختلف شهر کابل جریان دارد.
بیاین یک دو گزارش در رابطه با ساخت ساز سرک ها و کوچه ها ببینیم. کار ساخت سرک فرعی در منطقه مخزن آب ساحه کوهی دهمزنگ مربوط گذر اول ناحیه سوم از سوی شورای کابل با همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یا نبس جریان دارد. بر اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شورای کابل در این ساحه علاوه ساخت سرک با طول 195 متر با عرض 4.5 متر یک آبرو اساسی با طول 70 متر با عرض 1.8 متر ساخته می شود که با ساخت آن برای باشندگان محل سهولت های متعدد شهری فراهم خواهد شد. و از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه زمینه کار با اهالی این منطقه فراهم شده است. توجه به ساحات کوهی و نقاط صعب العبور یکی از فعالیت های با اهمیت بوده که از سوی شورای کابل به آن توجه صورت گرفته است. کار ساخت کوچه ها و پتزینه های منطقه تپه سلام مربوط گذر سه ناحیه سوم از سوی شورای کابل با همکاری دفتر پروژه سازمان ملل متحد یونپس جریان دارد. بر اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شورای کابل در سه نقطه این ساحه ساخت و ساز شامل اعمار آبرو و پتزینه به طول 172 متر، دومی شامل ساخت کوچه آبرو و پتزینه به طول 155 متر و سومیان شامل ساخت کوچه و آبرو به طول 70 متر بوده که با ساخت آن به باشندگان محل سهولت های متعدد فراهم می شود. از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه زمینه کار به اهالی منطقه فراهم شده است. توجه به ساحات کوهی و نقاط صعب العبور و ساحات محروم از تسهیلات شهری یکی از فعالیت های با اهمیت است که از سوی شورای کابل به آن توجه صورت گرفته است. ما قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل من، به خارج من اگر صد سال باشم، تا پایش بر تو دارد دل من. ای بقربان تو میهن آزادگان، ای بقربان تو میهن میهن آزادگان، عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان، عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان.